سلام علیکم بابای حاجی مرزا جان، ما خواهش داریم از زبان شما شنویم جواب سوال را ساده کرده به ما فهمونید. مردکی که پاشش را می تراشد گناهکار می شود یا نه؟ این ابله از کسی پاشا می تراشد؟ نخواه مرد پاشا تراشد، مرد مرد است. خوش تراشی، خوش چیندن، چگونه ای که ما از حدیث پیغمبری خدا به شما رسانیده بودم که چهار طایفه را پیغمبری خدا لعنت کرده بود که یک تای همون کی هست؟ زنهایی که خوشهای خدا باریک میکنن و کسانی که با این خوش باریک کردن با متخصیص هست. از حساب همین خوش چیندن اونها پول میگیرن، مال میگیرن. دیگرش زنهایی بودن که دندانهای خدا باریک میکردن. دیگرش زنهایی بودن که چهره های خودشان در خال میگذاشتن. دیگرش زنهایی بودن که مویهای علمه میکردن. پیغمبری خدا گفت که اینها در حسن خدا دادگی تغییر در آوردن، تغییرات در آوردن. این قسم شیطان بود که قسم به عظمتی تو ای خداوند، من در چهره این فرزند آدم تغییرات میدارم. همین گمان شیطان حق برآمد. امروز زنها را تماشا کنین، پاشها باریک کردگی هستند، مویهای علمه دارند، خالها میگذارند، دندانهای باریک دارند. اینها را پیغمبر خدا لعنت کرد. اگر مبادای مردهایی که امروز اگر این استفاده کنند، اینها هم در لعنت خداوند داخل میشوند. بسیار ابلهی هست، بسیار شرمندگی هست. شما باور کنین، همون من بسیار اخبارات ها را نگاه میکنم، به اخبارات بسیار توجه زیاد دارم. وقتی مردمی اسپانیا را تماشا کنین یا مردمی ایتالیا، در یک گوش مرد سه گوشوار دارند، سه گوشوار، یا در لبه هاشون نگینه ها سخت کردگی هستند، در بینی هم نگینه سخت کردگی هستند. السلام علیکم داملای عزیز، همین شعر خلقی را تحلیل کنید، آیا حقیقت دارد یا نه؟ برادر سیوم بار شد همین شعر همه نویسه است. سی بار ما فکر کردیم که حاجت به جوابش نیست، که بسیار ضرور بوده است، بسیار گشته و برگشته یک شعر خلقی بوده است که ما و شما میگویم یک مکر زنی لاشه صدها خرابار باشد، صد مکر کند شیطان شاگردی زنک باشد. آیا این حقیقت دارد؟ راستی بار به حقیقت خیلی نزدیک است، خیلی نزدیک است.